کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که در بیشتر از یک سال گذشته 761200 تن از مهاجران افغان از پاکستان دوباره به کشور برگشتند. بر بنیاد این گزارش از این میان بیشتر از 36000 تن از این مهاجران به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده اند. داس یو میکانیزم جوړول پکار دی کاینده کی دغه شان دی کوم حالات راځي نو باید افغانانو ته په افغانستان کې د سوګنې لپاره د ځای زمينه برابر شي د کار کولو او یا که د کار کولو زمينه نوي تر داس یو نیټه یا مودی پوری چې دغه افغانان هلته په خپلو پښو دریږي ځان ته یو کار روزګار برابري باید د دوی مالی ملاتړ وشي. در سوی دیگر سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که شرایط مهاجران افغان در ایران و پاکستان وخیم است. نصر احمد فایق همچنان بر پیشگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان تاکید می‌ورزد. بازگشت مهاجران باید همیشه داوطلبانه و در شرایطی از امنیت و کرامت باشد. برای کسانی که می‌خواهند برگردند برنامه‌های ادغام مناسب ضروری است. در همین حال برخی از مهاجران افغان در پاکستان نیز از آنچه بدتر شدن شرایط برای آنان میخوانند انتقاد میکنند. کسب وضعیت مهاجرین در پاکستان خوب نیست و دلیلی که بسیاری از هموطنان ما در معرض اخراج قرار دارند و تعداد زیادی هم در این روزا در توسط پلیس بازداشت شده و تلاشی خانه در خانه میشه و کسانی که غیر قانونی باشند را اخراج میکنه. این در حال است که پیش از این رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان از پاکستان و ایران خواسته بود تا از اخراج اجباری مهاجران افغان دست بردارند. عرفات جمال همچنان بر رفتار مناسب با مهاجران افغان در کشورهای همسایه تاکید ورزیده بود.